سلام، اومدم ملکان پیش مامان. سلام. سلام. و توی مدت خیلی در مورد این که شما چرا نمی ترسید، شما چرا از ایران نمیری، شما چرا نمیگیرنه و خیلی از این مسائل صحبت کردن. من گفتم که توی این شرایط یه ویدیو ضبط کنم، هم میشه جواب راحت‌تری داد، هم جواب ها فکر کنم ملموس‌تره. من یادمه که مامان موقعی که من بازداشت بودم چندین بار بهش گفته بودن که در مورد اینکه پسرت زودتر از زندان بیاد بیرون عفو بنویس، و مامانم جزو کسایی بود که به شدت پافشاری کرده بود و حتی موقع گفته بود که اگر عفو بنویسی، یعنی به من گفت نه گفتن عفو بنویس، من گفتم من شیرم حلال نمی کنم ولی من پسرم می شناسم، اون شیر من خورده، هیچ وقت عفو نمی نویسه، قبول نمی کنه، من حسینی می شناسم، اون پسر منه، شیر من خورده. خلاصه در مورد اینکه چرا از ایران نمیرید، یا حالا موقع دادستانی بهش به مامان گفته بودن که پسرت ممکن از ایران فرار کنه و مامان جواب داده بود که خب گفتم نه، اون کسی چه فرار میکنه از ایران بره شما هستیم، پسر من کار نچرده چه فرار کنه بره، دزدی چرده، غارت چرده، اختلاس چرده، آدم کشته، ولی اون کسی چه بره باید شما هستیم. برگشت به من گفت آقای خدا بخش، گفت نه اونا چه دزدی کردن عرضه دارن، دزدی کردن. گفتم آقای خدا بخش هیچ وقت این حرفتون را آدم نمیره، به همه جا میگم به خدا حق درست گفتین، شما ایران غارت کردین، شما اختلاس کردن، اینا اونا اختلاس کردن، باید پسر من توام مردم توام پس بده، پسر من توام پس بده. خلاصه اینجوریه، یعنی لپ کلام رو بخوام بگم اینه که اگر بخوام بگم چرا از ایران نمیرم یا چرا ایران موندم، به خاطر اینه که ترسی از این شرایط حاکم نیست و ما کاری نکردیم، ما دزدی نکردیم، ما آدم نکشتیم، ما خلاف خیلی از قوانینی که وجود داره کار نکردیم. قوانین نه به معنای اینکه ما قوانین در واقع حکومت رو پذیرفتیم، نه، قوانینی که منتهی به جرم کیفری میشه، ما هیچ کدوم از اونها رو انجام ندادیم و همیشه به مردم اهمیت دادیم، همیشه دغدغه‌مون این بوده که ایران وضعیتش خوب بشه از این شرایطی که حکومت توش به وجود آورده، و هر اعتراضی رو، هر نقدی رو، هر مخالفی رو سرکوب میکنه، بازداشت میکنه، زندان میکنه، شکنجه میکنه، میکشه تو خیابون، جلوش بیستیم و هیچ کدوم از اینا ترس نداره. یک جایی باید این ترس رو پشت سر بذاریم، یک جایی باید کنار بذاریم و برای حق و حقوقی که داریم، برای زندگی که تو آینده باید داشته باشیم و همین الانش از ما دریغ شده بجنگیم. و توی این مسیر خب طبعا پدر مادر من خیلی همراه هم بودن، خیلی کمک کردن، خیلی همزبون بودن، خیلی همدل بودن و خیلی جا صداشون رو بلند کردن، ساکت نشستن. و مهم اینه که من الان مادرم هم میخوام بگه که وقتی کسی بازداشت میشه یا کسی اتفاقی براش میفته شما سکوت نکنید، یعنی اعتراض کنید، چون وقتی سکوت میکنید همین سکوت منتهی به سرکوب بیشتر میشه و چرا نباید سکوت کنن. مامانم خودش فکر کنم بهتر از هر کسی میتونه جواب. نه سکوت نمی کنن، چون دو تا پسر من بودن، دو تاشونم زدن، داغون کردن، پسر بزرگم هر روز جلوی چشمم من عذاب میکشم. من گفتم هیچ وقت این حکومت جمهوری اسلامی نمیبخشم، هیچ وقت. به دادستانی هم گفتم، گفته پسرت هم اونجوری گفته. گفتم ببین شما همه جا آبروی ایران هم بردین. گفته پسرت هم همون حرفاری میزنه. گفتم آره حرف حق همیشه تلخه، پسرم دروغ نمیگه، اونم پسر منه، چرا باید پسر، دو تا پسر منو زدن،
پسر بزرگم اونجا داغون کردم به خدا. مامورا چه اونو بردن رفتن تهران، رفتم اونجا زندان، گفتن چه به خدا خانم موسوی ما نزدیم، از تبریز زدن، دادم به دست ما، تمام تیچه پارش نگرده بودن. گفتم ببین پسر من چه گناه کرده بود اونجوری زدن، دو تا پسرم ببین اینجوری، این یه چه کلیهشون از دست داده، اونجوری شکنجه کردن پسر بزرگم، واقعا خیلی اذیت کردن. ولی حسینم چونجوری همه میدونم مونده زندان، ولی دیگه این خانواده های اونجوری عذاب میدن، بچه هاشونو میکشن، زندانی میکنن، اینجوری شکنجه میکنم، به خدا من هر روز از اونا بدتر دلم میسوزه، نه شب میخوابم، نه نمیتونم یادم بره، هیچ وقتم نمیبخشم. باید از اینا اصلا آروم نمیگیرن، از بچه هاشون مواظبت کنم، پشت بچه هاشون باشن. چرا اینا بچه های بیگناه ما رو اینجوری اذیت میکنن، میکشن؟ ایران وطن ماست، ما از حکومت هم نمی ترسیم و از هیچ کس هم نمی ترسیم. ما کاری نکردیم، دزدی نکردیم، خلاف قانون کاری نکردیم. ما در کشورمون خواهیم موند و کشورمون زندگی خواهیم کرد. پسرم حسین رونقی ملکی در کشور خواهد ماند. بعض افراد سوء استفاده می نمایند، پسر منو بعض موقع تهدید میکنن یا اینکه میزنن یا مشکلات به وجود میارن، من به اونا تذکر میدم بدانن که حسین تنها نیست. بنده از پسرم حمایت خواهم کرد. اونایی که سوء استفاده میکنن، پسر منو اذیت میکنن، بعض موقع تهدید میکنن یا مشکلاتی ایجاد میکنن، برای اونا تذکر میدم به قانون احترام بگذارین و وظیفه خودتون را بدانین. اون کسی هم که پسر من قبلا دزدیده بوده، از منزل شب اومده بودن برده بودن، من میدانم چه کسی بوده و کس کسی است. امیدوارم از این بیشتر آزار اذیت به پسر من یا خانواده من انجام ندهند. در صورتی که به خانواده این جانب آزار اذیت بنمایند، اقدام قانونی خواهم کرد، پیگیری قانونی خواهم کرد، به همه تمام دنیا اعلام خواهم نمود. الان گفتن که باید همه بچه به دنیا می آورند، اینه میگم چه ببین چیکار کنم، بچه دنیا می آورم ببینم ببرین بکشین، ببرین زندانی کنین، شکنجه کنین، یا اونایی چی کشتن جای اونا رو پر کنین، یا بسیجی چم آوردن. چند روز قبلم اینو گفتم، نه شما چیکار میکنین، شما از ایران برین، نمیتونین حکومت کنین، چرا مردم اذیت میکنین؟ مگر ایران مال شماست؟ ایران فروختون، ویران کردین، مثلا داغون کردین، هیچی نمونده ایران، همه دریاها رو خشک کردین، الان هم داره همه درختای آذربایجان هم خشک میشه. مشکلاتی که به وجود اومده، مشکلات سیاسی، امنیتی، مشکلات اقتصادی، حکومت به وجود آورده، مردم به وجود نآوردند. الان کسانی هستن که نان خالص پیدا نمی کنن. کسی نیست در کشور به قیمتهای بازار نظارت کنن. چه کسی مسئول است؟ امیدوارم توجه کنن. کسانی هم که بخواهم ملت را آزار اذیت کنن، یا کسانی میگوین که اونایی که دوست ندارن از ایران برن، ما ایران رفتنی نیستیم. اونا که میگوین از ایران برن، اونا میتوانن از ایران برن و ایران را ترک کنن، نه اینکه پول نفت ایران، ملت ایران را هزینه کنن، فرزندانشون در اروپا، امریکا زندگی کنن، برای مرگ بر امریکا بگن ولی فرزندانشون در امریکا زندگی کنن. این بعد از آنها بعید است. فرزندانتون را برگردونن به ایران.
این چو شد مملکت نگه داشتن، نه شما نمیتونین ایران مواظب ایران باشین، مردم باشین، باید هم از دست بردارین، از سر مردم دست بردارین، نه ایران ول کنین برین. چرا به مردم میگین برین؟ من نمیذارم پسرم بره، مردم هم نباید بره. شما از ایران برین بیرون. من اینم به ملت ایران از مینمایم، به مشکلات، به تخلفات نترسن، اعتراض کنن، بگوین. چرا باید بترسن؟ من از هیچی نمیترسم، یه روز خواهم مرد، یا الان بمیرم یا 5 سال دیگر من حرفم را خواهم زد. باید بجز مفت خوردن نشستن کار دیگه بلد نیستیم. مردم رو کشتن، زندانی کردن، شکنجه دادن، اعدام کردن، کار دیگه بلد نیستیم. من دستبردار نیستم، چون پسر بزرگم هر جون جلوی چشمم عذاب میده به من. اون مادرها چه بچه هاشون رو کشتن، اونا هم مثل من، چه من پسرام بچه هامو میبینم، اونا مثل من، من به خدا از طرف اونا خیلی عذاب میکشم. گفتن یا رو دیگه مامانم گفت، کلن بستر این بود که نباید ترسید، چون ما جایی برای ترس بزرگ نداره، زندگی همه رو خراب کردن اینا، جایی برای ترس مردم رو بدبخت کردن، به این دلیل که آیندهی که با این شرایط برای همه اتفاق خواهد افتاد، آینده سیاهیه و ما گفتم خلافی نمی کنیم، دزدی نمی کنیم، یا قتلی انجام نمیدیم، آدم نمیکشیم، آدم زندانی نمیکنیم، توی این همه فساد شریک نیستیم که بترسیم. و اساسا کسی مثل من که زندان هم رفته به خاطر اینه که بتونه حرفشو بزنه. ما اگر زندان بریم و بعد از ایران خارج بشیم بریم، اساسا اون زندان رفتن به نظر من بیهوده بوده. و اینا حرفایی نیست که بعد از زندان زده باشیم، قبلش هم زدیم و همچنان هم خواهیم زد، و تک تک مردم ایران هم باید همین کارو بکنن، چون ترس سرچشمش جهله و جهل رو باید پس زد، با آگاهی انتخاب کرد، با آگاهی ایستاد و برای آینده بهتر تلاش کرد، جنگید تا بلکه ایرانی آزاد رو بتونیم همه به زودی شاهد باشیم.